اما برای گفتگوی بیشتر در زمینه سفر رئیسی به پاکستان همراه هستیم اینجا در استودیو با همکارم حامد حیدری. حامد، شما چه فکر میکنید که چه موضوعاتی برای دو طرف ایران و پاکستان مهم هست که در این دیدار بخوام بهش بپردازن؟ خب چیزی که همکار ما هم گفت، از چند مسئله باید به این سفر دید. اولین کم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای پاکستان مسئله بی‌ثباتی در منطقه بسیار اهمیت بالایی دارد، چون پاکستان از یک طرف افغانستان در کنارش است که طالبان به شدت در قدرت هستند و گروه‌های مثل تی تی پی هر روز داره در پاکستان دست به حملات میزنه و شهروندان پاکستانی را میکشه، و اون طرف هم هند هست، یکی از رقبای سنتی پاکستان، و این طرف هم برای جمهوری اسلامی ایران مسئله داعش خراسان و همچنان ناامنی ها در افغانستان یک نگران کلان برش هست، چون ما در نواخر دیدیم که شاخه خراسان داعش حملات خود از تهران گرفته تا مسکو و پاکستان گسترش داده، و این بی‌ثباتی و گروه های تروریستی هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای پاکستان یک نگران کلان هست. بود بعدی که برای دو کشور بسیار اهمیت داره بود اقتصادی هست، بیشتر برای جمهوری اسلامی ایران، چون ما شاهد این هستیم که بعد از تنش ها در خاورمیانه آمریکایی ها تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند و قرار است اتحادیه اروپا و هر کشورهای دیگه هم تحریم ها را وضع بکنند، اما برای پاکستان روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران یک مقدار موانع ایجاد میکنه و پاکستانی ها علاقمند هستند در رابطه به نگاه تجاری با جمهوری اسلامی ایران بسیار محتاطانه برخورد بکنند، چون در حال حاضر هم جایگاه جمهوری اسلامی ایران در روابط تجاری با پاکستان در رده دوم قرار داره، در حالی که از نگاه روابط تجاری چین، اندونزی و عربستان سعودی سه کشور نخست هستند که رابطه گسترده تجاری و سیاسی با پاکستان دارند، و از این لحاظ ایران و جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد حداقل با توجه به شرایط بد اقتصادی که هستش بخواهد به نحوی در بازار پاکستان هم سهم داشته باشند. در رابطه با مسائل فرهنگی و سیاسی، آنجا که خودی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران و تهران تلاش دارد حداقل سقف رابطه تجاری با پاکستان را به 10 میلیارد دلار برسانه، اما این چیزی که هم گفتم موانعی خودش داره برای پاکستان، و تلاش میکنه پاکستانی ها در شرایط فعلی به نحوی بتونه حداقل چیزایی که مورد نیازش هست از ایران وارد بکنه و همچنان چیزایی که مورد نیاز تجارت پاکستان هست به ایران صادر بکنن. در طرف دیگر اما تنش های امنیتی هست که بین دو طرف به وجود داره، مثل موشک پراکنی هایی که شاهدش بودیم و یا اینکه گروه زینبیون رو گروهی تروریستی شناخت پاکستان. این چه تأثیری خواهد گذاشت روی مذاکرات دو طرف؟ خب دقیقاً، هرچند نه جمهوری اسلامی ایران و نه پاکستان در این رابطه به گونه رسمی چیزی گفتن، اما ما شاهد این هستیم که بعد از بازداشت یک فرمانده ارشد زینبیون در پاکستان، بعدش این که رسانه‌های پاکستان و مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردن که این فرد اعتراف کرده که در ترور یکی از سران سیاسی اهل سنت که خودش هم عضو پیشین دادگاه عالی پاکستان و نقش داشته، و پاکستان ها تاکید دارن که خود زینبیون به عنوان یک گروهی هست که میتونه ثبات و امنیت پاکستان در خطر بیاندازن، و ما شاهد این هستیم که حداقل هفته پیش این گروه در لیست گروه‌های تروریستی در پاکستان قرار گرفت و پاکستان اعلام کرد که مانند تی تی پی و شاخه خراسان داعش این گروه را هدف قرار خواهد داد. بعد از تحریم، بعد از اینکه این گروه بنا لیست گروه تروریستی اعلام شد، ما در جمهوری اسلامی ایران شاهد واکنش های جدید هم در روزنامه های جمهوری اسلامی ایران و در هم در صدر مقامات در مجلس نمایندگان هم بودیم، و این میتونه حداقل به نحوی در فضای جلسه خدشه وارد بکنه. ما دو طرف تلاش میکنه با توجه به تحریم های جمهوری اسلامی ایران داره، و این طرف ایران نیاز به یک همکاری منطقه‌ای داره تا پیام بده به کشورهای منطقه که در کنارش پاکستان هست در رابطه با مسئله خاورمیانه و فلسطین و اسرائیل. متشکرم از توضیحاتتون. حامد حیدری اینجا در استودیو همراه ما بودید.